چون جهان جان سراسر آگهیست، هر که آگهتر بود جانش قویست. بنابراین اقتدار در آگاهی، در دانستن، در داناییست. فوق العاده است این سخن عالی جناب مولوی ما هم یعنی نه. عرض ادب دارم خدمت شما. آقای سپهر برنامه رو هدایت میکنه. اجازه بدید که در این منزل از برنامه بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. در کجا؟ در دنور. هوا اینجا سرد شده در لس آنجلس ما. حالا ببینید در دنور چه خبره. درود بر شما. سلام عرض میکنم آقای میبودی، خدمت شما، همکارتون و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. و اجازه بدید که چون اولین برنامه سال نو جهانی مونه، تبریکی هم به هموطنان عزیزم بگم. تشکر میکنم. ایونز معلومه از دریچه؟ بله، کوه ایونز. عرض کنم که سپید پوشیده و به به، عرض کنم که با قامت بلند. ای کوه ایونز، ای کوه ایونز، ای دم آمد. خب آقای دکتر نوریالا، اسمی برنامه رو گذاشتیم در زمانه تغییر. بله، به نظرم هم خود مفهوم زمانه مهمه، هم مفهوم تغییر، هر دو جالب آمده در یه چهار دیواری. ما سرپا گوشیم. بله، عرض کنم که من خب یه دو هفته به علت همین تعطیلات پایان سال و آغاز سال فاصله افتاد بین برنامه های ما. بنده پیشنهاد کرده بودم که اسم برنامه‌مون رو بذاریم در زمانه تغییر، و در نتیجه شروع کرده بودم راجع به این توضیح دادن که من مفهوم زمانه و مفهوم تغییر رو به چه معنی میگیرم و به کار میبرم. و در مورد زمانه که شروع کردیم، رفتیم تو بحث تاریخ و عرض کنم که فلسفه تاریخ و پیدا کردن، عرض کنم که مزامین یا تماتیک های تاریخی و غیره. و مسئله زمانه هم خود به خود میشد تکه هایی از تاریخ، یعنی شما یک تکه ای رو برمیدارید به طور قراردادی از تاریخ مستمر جدا میکنید و میگویید که من میخوام این رو مورد مطالعه قرار بدم. و بعدم وارد بحث تغییر شده بودیم که وقتمون به پایان رسیده بود در واقع، و بسیاری حرفا ناگفته موند در زمینه مفهوم تغییر. اما همونجا که درباره تاریخ و فلسفه تاریخ صحبت میکردیم، عرض کنم که چندین نامه من داشتم از مخاطبین این برنامه از جاهای مختلف دنیا. خیلی برنامه بینندداریه در نقاط مختلف اینطور که من میبینم، و به خصوص من چون این برنامه ها رو روی صفحه فیسبوک خودم هم میگذارم، از طریق دوستانی که در فیسبوک دارم هم عرض کنم که مطالبی رو دریافت میکنه. بله. یکی از این دوستان که در تهران اقامت داره، جوانیست که علوم اجتماعی هم میخونه، در من نوشته بودش که ما در علوم اجتماعی که درس میخونیم، استادان ما مرتب تکرار میکنند که تاریخ لابراتوار یا آزمایشگاه علوم اجتماعیه. و من میخواهم بدونم که نظر شما در این مورد چیه، و معنی این که تاریخ آزمایشگاه علوم اجتماعی چیست. و من فکر کردم اگر اجازه بفرمایید امروز این بحث رو به جایی برسونیم که در واقع فصل تاریخ رو کم و بیش بسته باشه. فوق‌العاده، فوق‌العاده. فقط من اونجا متوجه نشدم وقتی فرمودید زمانه، انتخاب یک جور از تاریخ که عناصرش به هم به شکلی پیوسته است، یا اینکه نه انتخاب یک بخشی از تاریخ بدون اینکه یک دوره خاص رو شامل، ممکنه دو دوره یا سه دوره رو در بر بگیره. میدونید هر دو کار رو میشه کرد. به هر حال زمانه در واقع یک مقطعی است از زمان، از این تاریخ جاری. برست. اما من فکر میکنم که اگر که آدم بتونه تقسیم بندی زمانه ها رو در طول تاریخ بر بنیاد یک نوع تماتیکی که حالا در بحث تغییر راجبش بیشتر خواهم پرداخت بگیریم، معنادارتر میشه. یعنی که مثلا من فکر میکنم که به هر حال ما یه تاریخی داریم از هخامنشیان شروع میشه میاد،
میرسیم به مقطع انقلاب مشروطه مثلا و بعد میاییم 100 سال بعد یا 80 سال بعد میرسیم به انقلاب مشروطه. کاملا متوجه شدم چی میگی، کاملا متوجه شدم. مثلا میانان، مثلا ما میگیم که یه دوره، یه زمانه از تاریخ، میگیم از دوره قاجار مثلا تا به امروز، این خیلی متفاوته. تا بگیم یک دوره مشخص از تاریخ، مثلا از شروع انقلاب تا به امروز، که فقط انقلاب رو و مجموعه عناصر انقلاب رو و مناسبات انقلاب رو در پی میگیره و کل نمودها و حوادث و اتفاقاتی که درش افتاده. بله، مفهوم بود کاملا. ممنونم ازتون. بله بله، عرض کنم که من فکر میکنم که چون این دوست من اشاره کرده بود به مسئله علم تاریخ، خب؟ من میخواستم اول راجع به این صحبت بکنم که وقتی ما میگیم علم تاریخ، این علم چه نوع علمیه؟ چون ما علوم مختلفی رو داریم و این علوم با یک سری مشخصاتی از همدیگه جدا میشن یا تقسیم بندی صورت میگیره. اولا ما سه تا واژه داریم که در زبان فارسی شما به فرهنگ‌های لغات که مراجعه بکنید اغلب اینا رو با هم قاطی میکنن، در حالی که اینها مفهوم‌های تفکیک شده از همی هستن. یکیش کلمه دانش، یکی کلمه علم، یکی کلمه معرفت. ولی ما وقتی که ادبیاتمون رو میخونیم میبینیم که هیچ نوع تفکیک خاصی بین این سه قلم رو وجود نداره در عرض کنم که فرهنگ زبان فارسی. شاید به این دلیل، یکیش فارسی دانش در برابر علم که عربی است، معرفت هم عربی است، شاید به این علته. بله، ولی یه تفاوتی که وجود داره توی فرنگی هم، ما مثلا داریم knowledge و science، دانایی و علم. بله، که در فارسی آمدن در مقابل knowledge که دانش رو گذاشتن، knowing به معنای دانستن، آمدن دانش رو گذاشتن، در مقابل science علم رو گذاشتن. بنابراین این تنها تقابل زبان فارسی و عربی نیست، تفاوت دوتا مفهومه. درست. که اینکه چگونه اینا رو از همگه تفکیک کنیم، به نظر بنده نالج که در فارسی گذاشتن دانش، به معنی همه عرض کنم که آنچه هایی است که آدمیزاد میدونه، جزء دانش انسان هستش. حالا ممکنه که حتی مجموعه غیر علمی باشه، مجموعه خرافات باشه، مجموعه اعتقادات باشه، همه اینها جزء دانشه. کسی که میگه که من میدونم مثلا خدا وجود داره، بهشت و جهنم وجود داره، خب اینم میره جزء دانشش. در این حال خود کلمه یونیورسیتی در زمان فرنگی که از یونیورسال میاد، یعنی یک شمول عام داشتن بر همه مسائل، این محل نهاد علمی رو اسمش گذاشتن یونیورسیتی. این هم وقتی به دانشگاه ترجمه شده به معنی اینی که انواع دانش ها رو شما میدونید که مثلا در دانشگاه تهران ما هم رشته فیزیک داشتیم، هم رشته شیمی داشتیم، هم رشته علوم معقول و منقول مثلا داشتیم، الهیات یا الهیات، که یعنی همه اینها رو در بر میگیره جزء دانش ها و دانستنی های بشر. اما علم به عنوان ساینس بسیار دقیق تر از اونه، یعنی که میاد از بین دانش های بشری یک بخشی رو انتخاب میکنه که دارای شرایط معینی باشه، مثلا یکیش این که قابل تجربه هایی باشه که قابل تکرار باشن، وگرنه یعنی یکی بگه که من دیشب مثلا چراغ اتاقم رو خاموش کردم و چشمامو بستم و مثلا یک شخص نورانی رو دیدم، این جزء علم در نمیاد، به خاطر اینکه این قابل تکرار نیست. هر کی بره توی اتاق چراغ خاموش بکنه، چشمش رو هم بذاره، اون شخص نورانی رو نخواهد دید. بنابراین آزمون‌های قانونمند، بعدن این رو ما میایم قانونمندش میکنیم، ولی اولش مسئله قابل تکرار بودن تجربه ها هستش. و اون وقت یه شعبه دیگه عمده ای هم داریم به نام معرفت، که از عرفان میاد و از اینکه به کلی با دانش عرض کنم که پیشبینی ها و پیشگزارهاش متفاوته. یعنی دانش در جهان فیزیکی
و جهان قابل لمس و جهان ادراک شونده از طریق حواس انسانی کار میکنه. معرفت بنیادش بر اینه که در پس این جهان مادی یه جهان معنوی دیگری وجود داره که برای شناخت اون جهان اون وقت اونها میان روش‌های مختلف معرفتی رو مطرح میکنن. خب پارسی که در برابر معرفت میذاری شناخته؟ مجموعهش میشه شناخت دیگه. بعد بسیار عالی. بس شد دانش، علم، شناخت یا معرفت؟ بله بله. عرض کنم که حالا من اون دو تا تیکه دانش و معرفت رو کاری ندارم، ولی وقتی که میگیم علم تاریخ معنیش اینه که ما به حوادثی که واقعا رخ داده است نگاه میکنیم و عرض کنم که میخوایم که اون رو درک بکنیم که چرا این عوامل اتفاق افتاده. یعنی ما میایم تاریخ رو مطالعه میکنیم و بعد میایم قوانینی رو سعی میکنیم قوانین رو که حاکم بر حرکت های تاریخی هستن کشف بکنیم و بیان بکنیم. البته در اینجا باید این توجه رو داشت که علم به هر حال بر اساس تجربه کردن، تکرار تجربه، مطالعه تجربه، نوشتن نتایج تجربه، به قول قدیمی ها قیاس و استقرا، از مقایسه کردن تجربه ها و بیرون کشیدن نتایج تجربه ها هستش که به قوانین خودش میرسه. و علوم رو وقتی که میان به دو دسته علوم سخت و علوم نرم تقسیم میکنن، بیشتر قضیه مربوط میشود به آزمایشگاهی که اون علم درش داره تحقیق میکنه و عرض کنم که اون مطالبی که مورد تحقیقش هستش. ما در مورد علوم سخت خب یه چیزای روشنی داریم، یعنی که ما میدونیم با عالم ماده کار داریم و عرض کنم که شرایط آزمایشگاهی میتونه تجربه ای رو ما بتونیم تکرار بکنیم در یک محیط بسته قابل کنترل، ببینیم که مثلا یه تجربه قابل تکرار هست یا نه و همه مسائلی که راجع به اون صحبت کردیم. پروسه آزمون و خطا. بله بله. اما در مورد تاریخ خب این کار ما نمیتونیم بکنیم، یعنی ما نمیتونیم تاریخ رو یا حوادث تاریخی رو بیاریم تکرار بکنیم که ببینیم که آیا اون فکری که ما کرده بودیم راجع به این که چرا فلان حادثه اتفاق افتاده، ببینیم آیا دو مرتبه میتونیم این رو اجراش بکنیم یا نه. یعنی تاریخ آزمایشگاه یک آدمی که در مورد تاریخ مطالعه میکنه هست، اما فرقش با آزمایشگاه علوم سخت در اینه که این قادر نیستش که تجربه های تاریخی رو تکرار بکنه. میتونه قیاس بکنه، میتونه استقرا بکنه و ازش قوانینی رو بیرون بکشه، اما این قوانین خب معمولا اساسا انسان میره به دنبال قوانین برای اینکه دو تا کار رو انجام بده. یکی این که بتونه پیش بینی کنه که اگر فلان شرایط فراهم آمد، عرض کنم که این نتیجه رو ما میتونیم به دست بیاریم. اگر که من مثلا آب رو تجزیه کنم میتونم هیدروژن و اکسیژن به دست بیارم. این قابلیت پیش بینی رو به من میدهد که من میتونم پیش بینی بکنم که با اطلاعاتی که دارم در مثلا زمینه فیزیک برسم به این که مثلا اتومبیل رو بسازم. یعنی بگم که من بنزین رو میارم در یک محفظه‌ای فشردش میکنم، بعد جرقه بهش میزنم، این جرقه نیروی رو تولید میکنه، این پیستون ها رو حرکت میده، پیستون ها چرخ رو حرکت میدن و غیره. یعنی همه اینها بر اساس علمی است که به پیش بینی منتهی میشود. و به عبارت دیگه در واقع ما وارد یک قلمروی میشیم به نام مهندسی. مهندسی در واقع یعنی این که ما بتوانیم اطلاعات مختلف و گسترده‌ای رو که داریم سرهم بکنیم و تصمیم بگیریم که چه اتفاق جدیدی میخواهد از دل اینها بیرون بیاد. خب این هم در زمینه علوم تاریخ و علوم اجتماعی مهندسی کردن کار مشکلیه. ما در واقع تمام سیاستمداران و نمیدونم جامعه شناسان و غیره تمام هم و غم خودشون رو روی این میذارن که بفهمن که جامعه چجوری حرکت میکنه. در لابراتوار تاریخ میرن
مقایسه میکنن اتفاقاتی رو که وجود داشته، از دلش سعی میکنن قوانینی رو بیرون بکشن و عرض کنم که پیش بینی میکنن آینده رو و در اون آینده دستکاری هایی بکنن که دقیقا برسن به اون آینده ای که عرض کنم که مورد نظرشون هست. خب بذاریم تا اینجا ببینیم درست فهمیدیم، شیر فهم شدیم آقای دکتر نوریالا. یک، بنابراین در قلمرو علم نسخه پیچی برای تکرار پدیده‌های علمی وجود داره، یعنی میشه نسخه پیچی، اما در قلمرو تاریخ نمیشه نسخه پیچی کرد. ها؟ بله بله بله. بسیار عالی. خب تا اینجا اومدیم جلو. بسیار خوب. یک نکته‌ای که توی اصلا مطالعات علمی وجود داره به این برمیگرده که ما عواملی رو که مورد مطالعه قرار میدیم تعدادشون چقدره. هر چقدر که تعداد عوامل مطالعه ما عرض کنم که بیشتر باشه، اشراف و کنترل و پیشبینی ما نسبت به اون حوادث میزانش تقلیل پیدا میکنه. مثلا تو خود همین علوم سخت که شما نگاه بکنید، بگیریم مثلا علم هواشناسی رو. خب این علم هواشناسی با علم فیزیک تفاوتش در اینه که در هواشناسی عوامل متعدد و بسیاری در کار هستند که یه نتیجه معینی رو ایجاد میکنه. ما توی این عرض کنم که کلرادو که زندگی میکنیم، خب این یک دونه عرض کنم که کویر مسطحیه که در غربش یک دیواری از کوههایی که بهش میگن کوههای راکیز عرض کنم که سر به فلک کشیده و در نتیجه از طرف اقیانوس کبیر یا اقیانوس اطلس یا حتی جنوب در خلیج مکزیکو این حرفا، این هوایی که حرکت میکنه میاد، یا از شمال از کانادا هوای قطبی که میاد، اینها وقتی که میرسن به منطقه کلرادو آنچنان عوامل متعددی رو ایجاد میکنند که پیش بینی هواشناسی بسیار کار مشکلی میشه. یعنی بعضی وقتا ما خندمون میگیره، یعنی میریم پای تلویزیون میشینیم و طرف با زرس قاطع میاد میگوید که الان مثلا یک جریان هوا از روی کالیفرنیا راه افتاده، از روی کوههای راکیز رد میشه و میاد به مثلا به دنور شما و فردا صبح 8 اینچ مثلا برف میاد. بعد شما صبح بلند میشید و میبینید که اصلا آفتاب در اومده و خبری نیست. علم هواشناسی نسبت مثلا به 100 سال پیش واقعا پیشرفت های شگرفی کرده، ولی با این همه به لحاظ عوامل مؤثر در تغییراتی که ایجاد میکنه، تغییرات جوی که ایجاد میکنه، آنچنان است که در بعضی مواقع پیش بینی رو ناممکن میکنه و وقتی که پیش بینی ناممکن بشه اون وقت نتایجش هم معلوم نیستش که حالا سیل میخواد بیاد، برف میخواد بیاد، بارون میخواد بیاد. عرض کنم تگرگ های اینجا هست اندازه توپ تنیس که میاد میزنه مثلا یهو 100,000 تا ماشین رو از بین میبره، شیشه هاشو میشکن و غیره. و غرض من اینه که در حتی علوم سخت هم ما مسائلی داریم که به علت تعدد عرض کنم که عوامل پیشبینی رو ناممکن میکنه. به همین دلیلم عرض کردم که در آزمایشگاه های علوم سخت محیط بسته قابل کنترل ایجاد میکنند تا بتوانند به اون نتایجی که میخواهند برسند. نکته دیگری که باز وجود داره که علم تاریخ رو از علم عرض کنم که سخت، علوم سخت جدا میکنه و میندازش تو حوزه علوم نرم، مسئله عرض کنم که غیر منتظره هایی است که در طول تاریخ وجود داره که اصلا ربطی به قوانین کشف شده ما و عرض کنم که نتایجی که میتونیم پیش بینی کنیم نداره. حتی کار به جایی کشیده که در فلسفه تاریخ مدرن ما میبینیم که بسیاری از متفکرین میگویند که موتور تاریخ اون چیزهایی نیست که تا حالا فکر کرده بودند. که مثلا اگر که کارل مارکس رو بگیریم، اون میگوید موتور تاریخ تضاد طبقاتیه و این
طبقات با هم تضاد پیدا میکنن، تز و آنتی تز روبروی هم قرار میگیرن و از درون اون سنتزی بیرون میاد که یک طبقه جدیدی هست و مثلا میگوید که نمیدونم بورژوازی و پرولتاریا دو تا طبقه هستن که با هم میجنگن و از درون اون طبقه سوسیالیست مثلا سوسیالیسم به وجود خواهد آمد. عرض کنم که اما این متفکرین جدید منکر این حرف هستن، میگن اصلا تاریخ رو غیر منتظره ها میسازن، نه منتظره ها، که این خودش بخش عجیبی رو در تحلیل های علمی جدید وارد کرده است. یعنی در واقع تاریخ عرصه شگفتی هاست و اتفاقات غیر منتظره و غیر مترقبه. یعنی همیشه آدم میتونه سوال بکنه که اگر این اتفاق، ببینید مثلا شما این همه دانشمند اقتصاددان دارید که اینا نشستند و نوسانات مثلا بازار رو محاسبه میکنن، میگن که اگر که مثلا 0.5% نرخ بهره بالا بره، این نتایج رو در مسکن داره، در اقتصاد داره، در همه مسائل اقتصادی داره. اما چیزی که نمیتونن پیشنهاد بکنن اینه که مثلا 12 تا دیوانه دو تا هواپیما رو بدرزن ببرن بزنن به برج های عرض کنم که نیویورک و یه مرتبه اصلا تمام این پیش بینی ها برباد بره، نحوه رفتار عرض کنم که مارکت عوض بشه و غیره و غیره. یعنی که متفکرین، یعنی فیلسوف های معاصر تاریخ بیشتر توجهشون به غیر منتظره هاست تا منتظره ها، و میگوین که اونها هستن که مسیر تاریخ رو عوض کنن. یه نمونه مثلا کوچیکی شو آدم در نظر بگیره، شما فکر کنید که اگر که در نیمه دوم دهه 1350 پادشاه فقید ایران دچار سرطان نشده بود و قرار نبودش که 4 سال دیگه جهان رو ترک بکنه، ببینید این یه اتفاقیه که اصلا نمیشه اونایی که نشستن دارن فکر میکنن حال چه موافق چه مخالف که چگونه رژیم رو حفظ بکنیم یا چگونه رژیم رو بر بیاندازیم، میخوان مهندسی اجتماعی تاریخی رو انجام بدن، یک های عامل غیر منتظری پیدا میشه که شما میبینید تو کاخ سفید دستشون میزن و دست هم که خب آقا این بابا اگر که سرش گذاشت زمین و از دنیا رفت تکلیف این سیستم چی میشه، بنابراین میشینن اونجا دنبال فکری میفتن که یه جانشینی براش جور بکنن که بیاد و کنترل بکنه. من همین چند روز پیش داشتم نامه‌ای رو که حالا همین 2-3 ساله در آمده توی اسناد وزارت خارجه امریکا نگاه میکردم، دیدم که خمینی به آقای کارتر پیغام داده که شما بیایید و ارتش رو خونسا بکنید، منم به شما تعهد میکنم که به قدرت که رسیدم نسل چپ رو در ایران مثلا بر بیاندازم. خب اینها همه این گفتگوها همه این برنامه ریزی ها و غیره ناشی از اینه که یه اتفاق پیشبینی نشده به نام بیماری و سرطان لنفاوی پادشاه او رو داره از صحنه سیاست خارج میکنه و یه مرتبه ما میبینیم که با یه ماجرایی مثل انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه و این بدبختی 37-38 ساله‌ای که بر سر ملت ما آمده روبرو میشیم که هیچ کدوم ما نمیتونستیم این رو پیش بینی کنیم. خب آقای دکتر ببینید، ما نمیتونستیم پیش بینی کنیم این اتفاقاتی هم که افتاده، مثلا همین ماجرای حمله به دوقلوها که اشاره کردی، عملیات تروریستی 11 سپتامبر، اینا از دید ما که ناظریم غیر منتظر است، ولی واقعیت اینه که اینا هم که از هیچ پدید نیامدن، که اینها محصول درگیری ها و تضادهایی است که حالا ما بین دستگاه های اطلاعاتی و ما بین خود قدرت ها وجود داره، گروه های پدید آمدن که اینا محصول حالا یه سری تبانی های، یه سری توطئه های، یه سری برنامه‌ریزی های مخفی هستن، نمیگم همش توطئه بوده، برنامه‌ریزی های مخفی، اینا آمدن عملی رو انجام میدن برای من و شما غیر منتظر است، ولی واقعیت اینه که خود اینا محصول تضاد و پارادوکس در دنیای ما هستن، یعنی واقعیت عینی دارن، محصول تضاد منافع و مصالحی هستن که در دنیای امروز وجود داره. کاملا درست میفرمایید، من در این مورد اصلا با شما اختلاف نظری ندارم. ببینید
غیر منتظره برای منی که دارم ماجرا رو نگاه بله برای شما بله درسته درسته غیر منتظره است وگرنه در خارج واقعیت داره. مثلا شما نگاه بکنید که یک مرتبه یه زلزله بیاد نمیدونم مثلا این کاخ جماران رو از بین ببره یا مقر آقای فلان رو یا مجلس شورای اسلامی رو. خب این زلزله قرنها بوده تو کار بوده، حرکات داخلی زمین موجب شدش که در ساعت 8:45 دقیقه روز فلان این زلزله حادث شد. درسته. اما برای مایی که به عنوان ناظر سیاسی مثلا داریم به ماجرا نگاه میکنیم و هی فکر میکنیم که این جمهوری اسلامی چگونه متحول خواهد شد، امکان نداره که ما پیش بینی بکنیم که با یه زلزله اینا از بین خواهند رفت. نه این کاملا درست، ولی میگم نمیشه به این ترتیب نسخه مارکس رو نفی کرد. یعنی فکر کنیم که تمامی غیر منتظرهایی که رخ میده عاملی نداره، همه خودشون معلول هم و معلول هیچ هم. نه نسخه وجود داره قطعا و حتما اینا خودشون محصول درگیری ها و تضادهایی هستن که وجود داره. یعنی واقعا یه نسخه علمی برای تاریخ هست، ما شک ندارم. ببینید به هر حال وقتی که ما میگیم علم تاریخ به معنای آن است که ما یه مجموعه‌ای داریم که استخراج شده از آنچه که بر سر بشر آمده، آدمای تیزهوش و متفکری نشستن این گذشته رو عرض کنم که بررسی کردن و در پی اون بررسی بوده است که آمدن گفتن که مثلا این اگر که این عوامل رو در نظر بگیریم این گونه اتفاق خواهد افتاد. درست. اما فرق علوم سخت و علوم نرم در اینه که در علوم نرم هم عوامل متعدد هستند. یعنی شما همین ماجرای انقلاب ایران رو که نگاه بکنید واقعا تعداد عوامل بسیار زیاد هستن که بعضیاشو آدم بهش وقوف داشته، بعضیاشو وقوف نداشته، که اینها چه عکس العملی نشان خواهند داد در فلان موقعیت و معینی. بعد دیگه معتقدم کارخانه انقلاب در ایران کارگران بیشمار داشت. آفرین. بله که محصولش اصلا بوده انگار، ولی کارگران بیشمار. اینی که واقعا نمیشه یه نفر رو متهم کرد یا جمعی رو، نه همه درش دخیل بودن، همه حتی اونا که تصور میکنن در جریان انقلابی دخالتی نداشتن دخیل بودن، حتی اونهایی که احساس مسئولیت نمیکردن اونام دخیل بودن، خود ما دخیل بودیم، بقیه دخیل بودن. اینی که نباید دنبال یه قربانی رو مشخص کرد، همه مقصر بودن و این اتفاق افتاده. متاسفانه وقت ما رو به اتمامه، ولی بحث جالبی است با آقای دکتر نوری‌الا، خیلی جالبه راجع به غیر منتظره ها که واقعا هم درسته خیلی نقش مهمی دارن، از ما که عواملش رو نمی‌شناسیم یا نمی‌دونیم از کجا آبش خور اینها از کجا بوده، ولی واقعیت اینه که بخش عمده‌ای از حوادث روزگار ما رو همین غیر منتظره ها می‌سازه. در مالزی یک شرکت هواپیمایی درست شده که بر پایه احکام اسلامی عمل میکنه، زپ اسلامی، تمام دختر خانم هایی که اونجا مهمون دارن همه حجاب اسلامی دارن. اینا معتقدن که اونجا هواپیمای قبلی که منفجر شد یا سقوط کرد به خاطر این بود درش احکام اسلامی رعایت نمیشد. تشکر میکنم آیرون یالا، حتما این بحث رو دنبال میکنیم، بحث جالبیست. با شما خداحافظی میکنم و سال نو بر شما، خانواده شما، شکوه میزادگی عزیز و جمع خانواده خجسته باشه. خیلی متشکرم، روز روزگار بر شما. ممنونم آقای سپهر عزیز، تشکر میکنم. اگر پرسش هایی دارید در این رابطه هم میتونید از طریق خود آقای نوری‌الله و سایت رو هم از طریق فیسبوک تلویزیون ایران فردا اقدام بفرمایید، پرسشاتون رو مطرح کنید. اونام که به خود بنده دسترسی دارن که برخی این کار رو میکنن، در کمال میل در خدمتتونم. من پرسش ها رو میگیرم، فقط واسطه هستم و اونها رو با دوستان عزیز در منزل های مختلف در بحث های گوناگون، حالا یا بحث علمی است، بحث تاریخی است، بحث مربوط به فرهنگ ادب و تطبراتی که رخ داده که با آقای دکتر نوری‌الله در میان گذاشتیم، یا بحث مربوط به انقلاب که با آقای دکتر سازگارا، یا بحث های هسته ای با آقای دکتر بهروز بیات، بحث های علمی با آقای دکتر نوذری و آقای دکتر نیری و بقیه. خدا نگهدار.